چند تا آهنگ میگم بگین که کدومشون رو یادتونه، یعنی اصلا ریتمش و آهنگش رو بگین کدومشون رو یادتونه. آتیش پاره، بیهسی، زنگ بزنی، غلط کردم، بگیر نگیر، ساحل، الهه ناز، قدم قدم، عزیزم، تعبیر، آواز قو، سلام، ماشین زمان. این فکر میکنم هلوش 10 تا آهنگ آخر مهدی همدان بود. حقیقتا جز ماشین زمان و آتیش پاره من بقیهشون رو یادم نیست حتی چی خونده، یعنی ریتماشون که حالا میگیم یه ریتم من درآوردی داشته یه سریاشون هم خوب بوده، ولی چه خوبی که مثلا تهش منی که طرفدار یه خواننده نیستم، مثلا وقتی از اون آهنگ خوشم بیاد میام مثلا 2-3 بار گوش میدم تهش. ولی مثلا ماشین زمان فکر میکنم 2 سال بیشتر ازش گذشته، اما من هنوز یادمه هم ریتمش و هم بخشی از ترانهش و اصلا اون فضاسازیش رو یادمه، یعنی بازم گوش بدم میگم ایول، نمیزنم موزیک بعدی، همونو تا آخر گوش میدم. این اتفاقیه که برای نزدیک 10 تا آهنگ آخر مهدی همدان افتاده. و آهنگ آخرش لیلا احتمالاً خودتونم میدونین، حالا من واقعا نمیخوام چیزی بگم، ولی چه منو قبول داشته باشی، چه به هم هیت بدین، چه فن دو آتیشه مهدی همدوند باشین، میدونین که لیلا یکی از ضعیفترین موزیکای مهدی همدوند بود و اینو اگر توی کامنتاش هم برین سر بزنید یه چیزایی متوجه میشین. کامنت های فناشو نخونینا، کامنت مثلا یه آدم عادی، یه شنونده موسیقی معمولی که داره مثلا تو اکسترو میشرقه یا این آهنگ میاد میگه اه این چه چیزی بود من شنیدم و میره و کلاش هم دیگه بیفته اونورا بر نمیگرده که کلاشو برداره. موفق ترین آهنگ مهدی همدان توی این 1-2 ساله به نظرم آتیش پاره بود که کپی دست چندمی از آهنگ شادمهر بود. اینم لابد گردن نمیگیرین، ولی خب بود دیگه، مهم نیست. من همیشه میگم کپی کردن هیچ ایرادی نداره اگر به کیفیت اون اصل جنس باشه، و توی این آتیش پاره این اتفاق نسبتا افتاد، چه توی مثلا اجرا چه توی تنظیم که فتافتی عزیز انجام داده بود، این موفقیت حاصل شد و مثلا بعد از مدت ها مهدی همدان افتاد سر زبونا. نه اینکه مثلا فقط فناش گوش کنن، نه، فن که اصلا مهدی همدان آروغ هم بزنه گوش میده و تعریف میکنه به بچه آروغی چه فلانی چه 20 سالی. ولی چیزی که مخاطب عام رو درگیر بکنه آتیش پاره بود، یعنی قبل از آتیش پاره مثلا برگردیم میرسیم فکر میکنم به ماشین زمان، بقیه آهنگا گذری بودن، عمرشون 1-2 هفته ماکسیموم. گذشتیم اومدیم سراغ لیلا. لیلا که گفتم به نظر من بدترین موزیک مهدی همدان توی این 2 سال لیلا بوده، که یه ریتم هفلشتی اصلا داره که تو نمیدونی میخواد چیکار بکنه، همه چیز رو ریخته تو هم دیگه، همه یه سبکا رو قاطی میکنه، یه تیکش مثلا ملودی سنتی میاره، یه تیکش میره آرنبی میکنه، یه تیکش چیکار میکنی با خودت، واقعا چیکار میکنی با خودت مهدی همدان؟ تو یه زمانی آهنگ میدادی میترکوندی، یعنی این نمیدونم از خصاصت میاد، از نبودن یه مدیریت درست میاد، چیه داستان واقعا من نمیدونم. اما اتفاقی که افتاده، یا آهنگ داریم از مهدی همدان که به زودی قرار منتشر بشه، چون لیلا خودشون هم میدونن که اصلا با سر خورده تو دیوار، پس باید یه آهنگ بدن که جایگزین اون بشه که بتونه کنسرت رو پر بکنه. یعنی فکر نمی کنم حتی فنای خود همدان به خاطر لیلا مثلا برن بلیط تهیه کنن، مخصوصا بلیطی که الان دیگه مینیمومش شده 400-500 تومن، حقیقتا باید
اون خواننده یه ارزش افزوده ایجاد بکنه، یه تمایزی بسازه که آره. یه آهنگ دارن میدن با تیمی که آتیشپاره رو کار کرده، یعنی آتیشپاره به عنوان یه نمونه موفق توی رزومه دو ساله مهدی همدوند که الان با همون تیم دوباره یه آهنگ میخواد بده به نام حنا. به نام حنا. من آهنگ حنا رو میذارم که شما ببینید و بشنوید. خب حنا رو شنیدین؟ یه ملودی شاید میشه گفت نوستالژی تور داره، دقیقا مثل آتیشپاره. حالا آتیشپاره ما فهمیدیم که مثلا کپی پیس چه آهنگیه. حنا وقتی کامل بیاد حس میکنم متوجه میشیم، اگرنه با این 5 ثانیه 10 ثانیه متوجه نمیشیم. اما چیزی که قرار از مهدی همدوند بشنویم به زودی حنا روی همون ریتم 6 و 8 که فکر میکنم توی ایران، یعنی 6 و 8 نوستالژی تور که الهام گرفته از هوش مصنوعی بود و آهنگایی که تو اون دوره ترند شد، دیگه فکر میکنم آخراش برای همون آهنگ پا قدم تدیسچی و این آهنگا بود که میفته برای عید، نزدیک عیدمون و 6 ماه گذشته و من دیگه توی این سبک آهنگی نشنیدم حقیقتاً. یعنی اگر هرچی بوده تو اون 3 ماه اول سال بوده، دیگه بعدش از دور خارج شده کلن این سبک. ولی حالا بازم میگیره متاسفانه یا خوشبختانه آهنگ 6 و 8 همیشه جوابه و اینکه یه آهنگ 6 و 8 بگیره احتمالش خیلی بیشتر از اینه که یه آهنگ مثلا معمولی وایرال بشه. و امیدوارم که حالا همدوند دوباره با همون تیم آتیشپاره داره کار میکنه، امیدوارم که یه اتفاقی بیفته برای همدوند که دوباره برگرده به 4-5 سال پیشش، جاده های عشق، ماشین زمان، چی بود اون آهنگ؟ کم آوردم، درد. خدای آهنگ خوب کم نداره مهدی همدوند. منم هیتر احمدوند نیستم، اینو لطفاً امیدوارم بفهمن فنای دو آتیشش. این که کسی انتقاد میکنه هیتر نیست، من دارم میگم این خواننده آهنگای خوبی هم داشته در گذشته و این که الان میخواد خودش 0-100 آهنگا رو بزنه تواناییشو نداره. یکی هست تواناییشو داره، مثلا ترانه رو خودش میگه، ملودی رو خودش میسازه و خودش هم آپدیت میکنه، درست آپدیت میکنه و همه این مثلا چیزهایی که داره هم دیگه میذاره و چیز خوبی در میاد. یه نفر میبینه که خب من قبلا خودم مثلا ترانه ملودی تنظیم کار میکردم ولی الان اونقدر تمرکز ندارم که هر سه تا فاکتورش رو خودم انجام بدم و اگر خودم انجام بدم میدینن رو آهنگ بیام پس یکم هزینه میکنم، اشکال نداره، اصلا با یه نونیم کار میکنم ولی خودم نمیزنم. خودم بزنم میشه همین چیزایی که تو این یکی دو ساله دادم و بیشتر از 2-3 بار شنیده نشده. من میخوام یه آهنگی بسازم که مثلا مثل آلبوم ساعت 7، اسم آلبوم ساعت 7 بود، یه هفتی داشت که بعد از مثلا 10 سالم بشه شنیدش، مثلا یکی 5 سال دیگه، اصلا خودم یکی نه خودم 5 سال دیگه این آهنگ رو شنیدم نگم این چی بود من خوندم تو اون دوران و طرفدارام دیگه کی بودن که اینو گوش میدادن و بازم تعریف میکردن ازم. یعنی خودت برای خودت ارزش قائل باشی. امیدوارم که این اتفاق بیفته برای مهدی همدوند. خیلی چاکریم، دمتون گرم که تا آخر نگاه کردیم. ما هیتر کسی نیستیم، صرفا دوست داریم کسایی که باهاشون جوانیمون گذشته، نوجوانیمون گذشته، بازم آهنگ خوب بدن. همین.